بینندگان عزیز، با سلام به شما، با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز با هم هستیم اوقاتی بهتر داشته باشیم، برنامه رو شروع میکنیم. امروز چهارشنبه هفتم ماه دسامبر سال 2016 میلادی است، برابر با 17 آذر ماه 1395. ساعت 3 بعد از ظهر با آقای یزدان خداوندلو خواهیم بود از آلمان و راه تماس با ایشون از طریق فیسبوک هست. حالا اگه شما هنوز روی فیسبوک نرفتید دیگه اون مشکل شماست و من نمیدونم که چه باید کرد. و اما دیروز 2-3 تا تلفن داشتم خیلی جانانه. یکیش این بود که عذرخواهی کرد، گفت آقای سوری من بعد از سالها میخوام از شما عذرخواهی کنم. گفتم چرا؟ گفت که آقا شما گالیله زمان بودی، من خبر نداشتم. گفتم والا اگه شما فکر میکنی من گالیله زمانم، یه جورایی یا زمان بودم یه جورایی فکر کنم اشکال داری. حالا چی شده؟ راجع به چی؟ ما چه چیزی رو گفتیم گرده که شما بعدن گفتی که بله درست میگه؟ گو آقا شما گفتین آقای رضا پهلوی مرد عمل نیست، ما به شما فحش دادیم، ما پشت سر توهین کردیم، تهمت زدیم و حالا ازت عذر میخوام. گفتیم آقا ما عذر شما را قبول کردیم، شما برید خوش باشید. و اما یک ویدیویی رو از آقای احمدعلی مسعود انصاری دیروز روی فیسبوک گذاشتم که امروز بعد از برنامه خودم و بعد از برنامه زنده آقای یزدان خداوندلو اون رو براتون پخش میکنیم تا جمعه، و ببینید که وقتی یه نفر میاد از منافعش میگذره، میدونه که اگر حقیقت رو بگه چه درد سرهایی براش پیدا میشه، چه سنگهایی به سرش میزنن، چه درآمدایی رو از دست میده، ولی باز هم حقیقت رو میگه، هم قدردانی کنیم، هم اگر اون موقع ما چشممون رو باز نکردیم و ندیدیم، بعد اگر آگاه شدیم بیایم بهش بگیم که ما اشتباه کردیم، عذر میخوایم. این آقای امید دانا رو ببینید، برید ببینید این جوون یک سال پیش، دو سال پیش چه فحش‌هایی به من میداد، چه تهمت‌هایی میزد. حالا خودش فهمیده که آقا رضا پلویه و پهلوی نیست. در هر صورت میگه که خوشحالم که حداقل تا هستیم و زنده بودیم و دیدیم که این اتفاق افتاد. اتفاقا یک ویدیویی رو یکی از دوستان برای من فرستاد، مال آقای امید و امیدوار بود و امیدم میگفت که خیلی قشنگ صحبت میکرد. اولا امید خیلی کام شده به نسبت اون وقتا و میگفت که اون وقتا وقتی یه نفر نمیفهمید این عصبانی میشد، ولی حالا وقتی یه نفر نمیفهمه دلش براش میسوزه. من همون موقع یاد معلمامون افتادم. معلمای ما چون خودشون یه چیزی رو بلد بودن، تازه اینم دلیل فهمشون نبود، دلیل این بود که اینو زودتر یه نفر بهشون یاد داده بود، از ماها بدشون میمد، ماها رو تنبیه میکردن، کتک میزدن که چرا ما اینو نمیفهمیم. در صورتی که خب باید آموزش میدادی، اگر آموزش میدادی ما نمیفهمیدیم، اول باید از خودت سوال میکردی، شاید خودت یه اشکالی داشتی. در صورت اوضاع خیلی خراب بود. دوستان عزیز الان میبینید نوشته USA dot همون نقطه sorby@gmail.com. من فکر نمی کنم ایمیلی از این ساده تر باشه. سوربی کجاست؟ آمریکا. جیمیل هم که دیگه فکر کنم بهترین سرویس باشه. حالا گیرم که شما اینم یادت رفت. سوربی کجاست؟ تلویزیون مردم. چه وبسایتی؟ مردمتیوی.com. info@mardomtv.com. ما سعی میکنیم زندگی رو تا اونجایی که میشه برای شماها راحت کنیم، چون باور داریم زندگی به اندازه خودش مشکل هست و ما مشکل ترش نکنیم. باور کنید بعضیا زنگ میزنن آقای سور میتونی اینو برای من ایمیل کنی؟ میگم خب ایمیل بزن. میگه حالا که دیگه تلفن زدم شما بنویس. میگم بفرمایید. مثال میزنم، میگه عبدال بنویس ایمیل من
عبدالکریم مثلا مسالهی نیا، خط فاصله شیراز اندرلن، میگم آقا قربونت برم این کارمون خیلی خراب. خب و اما تشکر میکنم از خانم ماندانا که دو تا پیام گذاشتن، ولی تعجب میکنم پیام به این قشنگی، موضوع به این درستی، چرا بعد ایمیل زدن که چون این 3 دقیقه 3 دقیقه قطع شده پیام ها رو پخش نکنید. چشم، ما هم چی میگفتن؟ اجرای امر میکنیم و پخش نمیکنیم. البته امروز هم 1 ساعت بیشتر وقت ندارم، 2 تا 3 دقیقه میشه 6 دقیقه. تازه شما اینجوری که میگی یعنی هنوز بیشتر وقت میخواستی. ببینید بهترین راه برای اینکه یادتون باشه چه پیامگیری زمانش کمتره کدام بیشتره، ما یه شماره داریم با 2 شروع میشه، اینو فکر کنید 2 دقیقه میگیره. یه شماره داریم با 7 شروع میشه، اینم فکر کنید 7 دقیقه میگیره. در صورت که این 7 10 دقیقه میگیره، اون که 2 هست 3 دقیقه میگیره. ولی باور کنید اگر شما بنویسید، شما بنویسید و از رو نوشته خودتون، نمیخوام بخونید که خیلی کتابی باشه، باور کن توی 2 دقیقه شما میتونید یه موضوع کاملی رو بگید. یکی از مشکلات ما اینه که وقتی یه چیزی رو صحبت میکنیم یادمون میره که اینو گفتیم یا نگفتیم، میگیم حالا نکنه نگفته باشم، دوباره میگیم و میشه تکرار مکررات. البته خانم ماندانا خیلی هم در نوشتن کارشون درسته، هم در صحبت کردن. یادم یه دفعه یه چیزی برای من نوشتن، خط زیبایی هم ایشون دارن. خانم‌ها معمولا خطشون قشنگتر از آقایونه، چرا؟ فکر کنم اونا مشقاشون انجام میدادن، ما ترجیح میدادیم آقا 2 تا چوب بخوریم ولی مشق ننویسیم، چون هر چی بنویسی بالاخره خوشخط‌تر میشی، خوشخط و خال. خب از دوستانی که روی فیسبوک هستن ممنونم. اجازه بدید چون شما اونجا هستید منم برای دوستان مینویسم که این برنامه همزمان هم از هم از فیسبوک تلویزیون مردم و هم از فیسبوک صفحه شخصی خودم پخش میشه. حالا به این قول عمل کنیم و اینجا بیان یک کمی همین تصویر ما کجه، دلیلش اینه که مال کرجه. نه اون وقتا هم میگفتن بذارید ببینید اینجوریش کنیم درست میشه، 8 تا چیز رو باید به هم دیگه تنظیم کنیم تا این درست بشه. در هر صورت این رو میزنیم. به این صورت هم دوستان شما میتونید شیر کنید، مطمئنم اگه از اینترنت استفاده میکنید شیر کردن و اینها رو بلدید، ولی اگر تا امروز بلد نبودید توی این صفحه این پایین نوشته شیر یا شاره SHARRA شیر، سهیم شوید با دیگران، اینو کلیک میکنید میره روی صفحه‌ای که میخواین یا اسمو میپرسه سوربی گالیله زمان. حالا چرا این دوستمون؟ برای که من سال 1987 بعد از اینکه 1 سال هم نشده بود از ایران اومدم، از آلمان اومدم اینجا. حالا چرا اینقدر دقیق یادمه؟ ببینید من از آلمان سال 1986 آمدم اینجا، اولین 13 بدر ایرانی سال 1987 میشه اپریل دیگه، مارچ 20 میشه سال نو اپریل، داشتیم والیبال بازی میکردیم توی پارکی. اون موقع آقای رضا پهلوی هم خونش همون نزدیکی های این پارک بود و هنوز اونور آب نرفته بود، توی ویرجینیا بود. یه دفعه دیدیم بچه ها گفتن آقا رضا پهلوی اومده بازی رو، بعضی ها ول کردن، اون یه سری دیگه هم فوش که آقا چرا بازی رو ول کردی؟ خب اومده که اومده، اونم مثل ما اومده 13 بدر بماند. بازی تعطیل شد، ما گفتیم خب حالا که اومدیم اینجا بریم ببینیم دیگه. رفتیم اونجا دیدیم یه عده پیرزن و پیرمرد که اون زمان پیرزن و پیرمرد بودن، حالا یا مردن یا اگه هستن دیگه خدا میدونه، به ضرب و به زور این قرص و آمپول و دستبند و پابند و کم نمیدونم این چیزا زنده است. هی دورشی گرفته بودن که نمیدونم اعلی حضرت، اعلی حضرت شما بیا برو ایران. بعد من دیدم خدایا 4 تا یا 3 تا نگهبان همراه این بود،
هیچ کدومشون ایرانی نبودن، دو تام سگ بکنم باهاش بود، حالا نمیدونم شاید اون سگا ایرانی بودن. خلاصه من گفتم بابا شما دیوونه هستید، این اینجا هر روز تو دادگاهه، این کار داره، دنبال پوله، دنبال زندگیه، کجا بره ایران؟ بعد راش کشید رفت. اون موقع مثل الان نبود که هر کسی یه دوربین تو تلفنش داشته باشه فیلم بگیره. تا گذشت و رفت و من چندین بار توی برنامه تلویزیون، حتی تلویزیون رنگارنگ، مستقیما زنگ زدم به دفتر رضا پهلوی و خانم وفایی، ما رو خط همینجور نگه داشت. منم به بیننده گفتم اینا ما رو نگه میدارن که ما قطع کنیم، نمیدونن که ما قطع نمی کنیم که شما بفهمید اینها مرد عمل نیستن، اینها مرد میدان نیستن. خلاصه گذشت. سال 2006، 10 سال قبل، آقای ضیا قراری گذاشت. آها، سال 2006 نشنال پرس کلاب برای من به عنوان مردم تیوی، چون رجیستر کرده بودم دیگه سال 2003 و اینجایی که مراکز خبری هست، ما گفته بودیم که بابا مردم تیوی هم هست، اگه خبری هست به ما هم خبر بدید. نشنال پرس کلاب یه نام ایمیلی فرستاد که آقای رضا پهلوی میخواد بیاد اینجا و اگر شما پرسشی دارید اسمتون رو بنویسید، نه مثل ایرانی ها. آقای خاتمی میخواست بیاد اینجا، برای من دعوتنامه فرستاده بودن به عنوان تلویزیون مردم، گفتم اگه میشه سوال کنیم بیان. خانمه جواب داد که نه میشه سوال کنی، ولی سوالتون رو برای ما بفرستید. گفتم خب همون سوالمون برای شما بفرستید، البته اینقدر احمقانه است، اونا میخوان خودشون بخونن، ولی اگر بگن سوالو بفرستید بعد صداد میزنم، شما میتونی یه سوالی که دوست دارن بفرستی، وقتی صداد زدن یه سوالی که دوست داری بپرسی. در اصل ما نرفتیم، ما وقتی رفتیم توی همین هینو بینی که ما نوشتیم آقا ما میایم، آقای همین امید امیدوار دوستمون زنگ زد و اینا، گفت تو کارهای ویدیویی میکنی، این دوست ما آقای ضیا آتابای میخواد بیاد. حالا بعضیا که شنیدن تکراریه براشون، ولی الان چون توی این بهبویه رضا پهلوی هستیم و این جریانات اخیر، بد نیست شما اگه تازه به ما پیوستید بدونید. و گفت که یک همین آقای چیز ضیا آتابای میخواد بیاد اینجا و گفته که من فیلم بردار میارم. گفتم آقا چرا دیگه فیلم بردار بیاری، پول همون بلیت هواپیما شده، دستمزد و هتل و دوتاتون بخواید توی اتاق بخوابید اینا، ول کن بده من برات فیلم بردار میارم که کارشون اینجا وسیله. شما نمیای اینجا بعد وایسی بگن حالا دوربینت اشتباهی رفته وست ویرجینیا به جای ویرجینیا یا به جای واشنگتن. خلاصه قرار گذاشتن $600 ما اون روز بریم ریپورت به اصطلاح برای اینا فیلم برداری کنیم. ما گفتیم عجب خوب شد، نور علی نور شد، ما که میخواستیم بریم اونجا، حالا با اینا میریم کار خودمون انجام میدیم و یه پولی هم میگیریم. بماند که آقای ضیا آتابای پول ما رو خورد و ما هم اونجا سوال کردیم از آقای رضا پهلوی و هست دوستان روی اینترنت هست، برید بنویسید سوربی SORBI فاصله، ننویسید فاصله ها، خط فاصله یا هیچی خالی، بعد بنویسید رضا پهلوی، اون وقت میبینید ویدیوها رو. اونجا ازش میپرسم، میگم آقا شما قسم خوردی و من 20 سال پیش، یعنی که همون سال 1987، از تا 87 و 2006 میشه 20 سال دیگه، بستگی داره کدوم ماهش باشه، و من 20 سال پیش از شما پرسیدم که شاه هستی یا نه. فوری دهنش خوش شد مثل الان من، یکم آب برداشت خورد، بعد گفت اگر منظور شما از این که من شاه هستم 2 به علاوه 2 = 4 = 16، گفتم آقا هستی یا نیستی؟ آقا امروز یه نفر میاد به من میگه معلم هستی یا نیستی؟ میگم آقا بودم، الان اینجا نیست، نجات بده. به قول خودمون یادتونه، حتی بابامون مامانمون به اون میگه جون بکن، یعنی نجات بده. خلاصه جواب نداد، یه مش پیرزن پیرمردی هم با ما دعوا، نمیدونم همین شما کمونیستا انقلاب کردید. گفتم آخه احمقا پوفیوزا، موقعی که بابای اینا، بابای این با سگاش مثل شماها فرار کرد، من سرباز حکومت نظامی بودم، شما بدونی که کسی رو بشناسید چرا تهمت میزنید؟ بمارم.
اونا هم حتما همه مردن و حلالشون. یه بار دیگه آقای شهرام همایون در برنامه اعلام کرد که همین شهرام همایونی که حالا نمیاد بگه ایداد بیداد، اون موقع سربی میگفتا و ما میگفتیم آقا اینا کیان دیگه، شاه پرست نیستن. آقای شهرام همایون شما بدهکاری به یکایک افرادی مثل من که به خاطر برنامه های شما مورد تهمت، توهین، تهدید قرار گرفتن الان عذرخواهی کنید. اون آقای امید دانا جوونه نمیدونم چیز، ما از انتظار نداریم، ولی شما که 20 ساله 20 چند سال میکروفون دستته باید عذرخواهی کنی، بگی اشتباه کردی رفتی دنبال این، بگی آقای رضا پهلوی تونست گولت بزنه. خلاصه مطلب رو جمع کنیم و به کارهای دیگه برسیم. آقای شهرام همایون اعلام کرد که آقای رضا پهلوی میخواد مهمون ما باشه، هر کسی هر سوالی داره این شماره تلفن بپرسه. ما هم زنگ زدیم گفتیم کانال یک، آقای شهرام همایون، من سوربی هستم از تلویزیون مردم و این پرسش منه. یه بار 1987 سوال کردم، یه بار 2006 سوال کردم، حالا هم دیگه فکر کنم مثلا 2010 11 12 بود و هنوز پرسش من باقی است، برای که این آقا پاسخ نداده. آقای شهرام همایونم گلی به گوشه جمالش پیام ما رو تو برنامه آقای رضا پخش کرد، برید اونم ببینید، اینا دوتاش روی اینترنت هست و اون وقت از خودتون بپرسید. ای داد بیداد، اگه یه کسی آمد گفت زمین گرده و من نادانم و من احمقم و فکر کردم زمین صافه، حالا باید اینا آتیش بزنم، باید بسوزونمش، باید فوشش بدم، باید بهش توهین کنم؟ حالا که فهمیدم زمین گرده، هر چی رفتم از اونجاش نیفتادم پایین، دوباره برگشتم سر جام، باید به اونا بگم که آقای سربی گالیله زمان، ما از شما عذر میخوام. خیلی ممنون، متشکرم از دوستانی که اگر اشتباهی میکنن از اون طرف عذرخواهی میکنن و میفهمن. یک تلفن دیگه بود، ببینید وقتی میگم بنویسید تئاترتون باشه، باور کنید قبل از برنامه یادم بود ولی یادم رفت الان که در چه رابطه ای است. اصلا دلیل نوشتن این یادداشت و اینا همینه که آدم یادش باشه. دیشب یه چیزی رو نگاه میکردم، طرف گفت آقا من اینقدر کم حواس شدم که به خودم تکست میزنم که یادم باشه، 3 ثانیه بعد تکست برای من میرسه میگه دینگ دینگ دینگ، میگم ای یه نفر برام تکست زد، یادم میره که خودم به خودم تکست زدم که یادم باشه. چی کار باید بکنیم؟ اگه روش رو بلدید بیاین بگید. و اما نوشتم که عکس و نوشته این دوستمون بابو رو بخون و چیز کن، به اصطلاح در موردش توضیح بده و حتما این کارو میکنم. اجازه بدید این عکس رو اگه بتونم اینجا به شما نشون بدم. بابووند یه در برای ایشون نوشتم. این بابو توی شیراز به آدم های خلوچل میگفتن، منظور شما همونه؟ گفت دقیقاً منظور من همینه و من بابو هستم. البته میدونید اونایی که میگن ما خلیم، ما چلیم، ما نمیدونیم، معمولا از دیگران بیشتر میدونن و یه جورایی به اون روش ابو علی سینا تا بدانجا رسید دانششان که بدانستن همین نادانن. ابو علی سینا بکنم گفته تا بدانجا رسید دانش من که بدانم همین نادانم. ایشون نوشته که یک چیزایی زیر برنامه آقای چمنارا و آقای نصر احمدی نوشته بودن، من برای ایشون نوشتم من اصلا متوجه نمیشم منظور شما چیه و لطف کنید برای من توضیح بدید. ایشون هم لطف کردن و توضیح دادن، ما هم برای شما میخونیم. نوشتن با درود و عرض ادب آقای سربی، با خود عهد کرده بودم که بعد از جریان افشارها، منظورشون آقای دکتر کاظم افشارهاست و منظورشون از جریان لابد برنامه های ایشون، مزاحم نشوم.
اما با پیش آمده مسائل گوناگون اخی سکوت را جایز ندیدم. اگر اجازه بدهی میپردازم به آقای چمنارا. ایشان در ظاهر آقای دکتر نصر احمدی را حمایت کرده و برنامه برایشان از شما گرفته، ولی هر بار قبل از شروع برنامه روی خط آمده و گفتاری درست 180 درجه با نظرات مخالف با نظرات ایشان حرف زده و با افاده غیر قابل باور لطف کرده و برنامه را به ایشان واگذار میکنه. آقای چمنارا را که مجیزگوی خاندان پهلوی است و جمعه گذشته با چه بندگی و لودگی این را بیان کرد با سبز هاست که این را در گفتار و نوشته هایشان میبینم. دوست آقای افشارها، این مبلغ عالی علنی جمهوری اسلامی هستند و خود ایشان در گذشته این نچندان دور به ایران رفته، این را با غرور میگوید، با جبهه ملی بوده و هست. این سوال پیش آمده در کنار دکتر نصر احمدی چه هدفی را پیش میبرد؟ از خودش که بپرسی به جواب سربالا و مغلط کاری متوسل شده و نم پس نمیدهد. تو گویی با زبانی بیگانه مواجه شده. اما شما روز جمعه بیش از 28 بار از دکتر نام بردید که راستش را بخواهید نتوانستم بفهمم چرا. تقریبا در طول برنامه نام ایشان را به باد مسخره برنامه ایشان را در رابطه های گوناگون مطرح کردید، تا آنجا که بعد از خواندن یکی از پیام های ایشان شنونده پیغام ایشان را به باد مسخره گرفته، شما هم با دست و دلبازی آن را خواندی. از شما میپرسم آیا این طرز برخورد با ایشان درست است؟ ما چند نصر احمدی با این قابلیت علمی و صداقت اخلاقی که بتواند بدون توجه به ملاحظه کاری سیاسی فجایع تاریخی را بیان کند داریم؟ ما به دروغ گفتن و دروغ شنیدن عادت کردیم و هر کس غیر از این باشد آنقدر برای من عجیب است که در باور من نمی گنجد. اما دکتر نصر احمدی، ضمن درود به ایشان از قول ببو بگویید شما با اژدهای چند سر سر و کار دارید. به کرمهای خاکی توجهی نکن. با آرزوی شادی هممیهنان ستم دیدم و رسیدن به آزادی زیر سایه حکومت پارلمانی شادزی. سپاس از حوصله شما. من هم از شما ممنونم دوست عزیز، ولی یه سوالی از شما میکنم. اولا من بارها در رابطه با دوستانی که یه دفعه با یه تلویزیونی چنان دوست میشن که فکر میکنن اصلا این برادرشون، بعدم یه دفعه ازش دلخور میشن برای که میگن اون روز وقتی آمد به ما مخصوصا نگفت سلام، قهر میکنه. گفتم اینجوری نباشه، یه مقداری معتدل باشید، بالانس رو رعایت کنید، اعتدال رو رعایت کنید. علاقه چرا قهر کردی از من به خاطر آقای افشارها؟ نمیدونم. اگر دوست داشتی بنویس یا مهمون ما باش صحبت کن. در رابطه با اینکه درباره آقای نصر احمدی صحبت کردم، ای کاش یه روز شما می نشستید اینجا و می دیدید که قبل از برنامه آقای فلانی یا نگیم نصر احمدی 5 تا مسیج گذاشته. آقا اگه من مرده باشم والا بلا نه بیام اولی نه دومی نه سومی نه چهارمی نه پنجمی دیگه به من نمیرسه، و اگر زنده باشم همون پیام اولی کافیه. شما صبر بده، اگه امروز بهت زنگ نزدم اون وقت فردا زنگ بزن بگو دیروز برات پیام گذاشتم، تا منم بگم بابا رفته بودم دکتر سوزن زدن توی انگشت بزرگ سمت راستم و اصلا همین الان هم که میگم توی دلم اصلا میگم چی بگم. آخه دوست عزیز، من به این دلیل که آقای نصر احمدی آدم خوبیه اگر عیب و ایرادی تو کارش هست نباید بهش بگم؟ شما اینجوری میگی دیگه، چون ایشون آدم خوبیه اگه عیب و ایرادی داره نباید بهش بگم. آقا عیب و ایراد اینه که شما به یکی زنگ بزنی بگی که سربی جان 3 بار زنگ زدم تا حالا مسیج نه چی میگم
نبودی، اگه اومدی به من زنگ بزن. این بدترین نوع تماس تو قرن 21. آقا بنده زنگ میزنم به مادرم رفته پایین مثلا ناماش چک کن، رفته دستشویی، رفته تو آشپزخونه، سلام میکنم مادر جون وقتی که آمدی این پیامو گرفتی نگران نباش، من زنگ زده بودم احوالتو بپرسم و ببینم اگه پنجشنبه هستی بیام هوا خوب باشه بریم مثلا با هم نهار بخوریم. نه اینکه حالا اون بنده خدا ببینه من زنگ زدم نگران که این چه کار داشته، مادرم که دید این کار بدی من کردم، بعدم دیدید که همینجوری که الان نامه شما رو میخونم اونم خوشم میاد که این ریل تایمه و تو هم فیسبوکی بوده که شما هستی، آقای آمده به نام سم یا سعید نوشته برای که این واقعا شوخیه که آقا شما آقای چمنارا رو که ول کردی 90 ثانیه که این ویدیو رو میخوای بذاری تو این فاصله به من زنگ بزن. که چی؟ یه نفر اومده روی فیسبوک راجع به شما یه چیزی نوشته، گور پدر اون یه نفر، یا شما اون رو قبول داری یا قبول نداری، به من چه؟ و دوست عزیز آقای چمنارا اگه خودش نگفته بود رفته ایران و نمیدونم دنبال این آیت الله بوده که این کتاب رو چاپ کنه، آیا شما میفهمیدید؟ بل هر کی رفت ایران وطن فروشه؟ نکنید اینجوری فوری به یک کسی چی نکنید، مارک نزنید. مارک زدن یعنی همین. ببخشید اینو میگم ها، شما خیلی زرنگ، نه اسم حقیقیت هست، لطف کردی برای من یه دفعه کمک کردی اسمتو اینا رو میدونم، ولی روی فیسبوک شما داری اندرکاور به مردم ایراد میگیری، توهین میکنی، تهمت میزنی، شب هم با خیال راحت میخوابی که وظیفه وجدانی و وطنی تو نمیدونم فلان انجام دادی. نیست عزیز من، اینجوری نیست. همینه که آخونده اونجا خوشحاله، آقای رضا پهلوی هم اینجا داره میچرخه، من و شما داریم یقه همدیگه رو میگیریم. اینم از صحبتای من و ماجرای رضا پهلوی، سوربی، احمد علی مسعود انصاری، گالیله‌های زمان خود. ویدیو پس از برنامه من و برنامه آقای یزدان خداوندلو پخش خواهد شد. شما از آقای یزدان خداوندلو سوال کن، بگو آقا این سوربی به شما چقدر نق میزنه، ولی همون نق زدن ها بعد برگردید برنامه اول ایشون رو نگاه کنید، برنامهاش الان نگاه کن، مرتب منظم. آقا ایشون 7 تا عکس میفرسته وسط برنامه به من میگه آقای سوربی اون عکسی که یه زنی رفته رو درخت و داره از اون بالا با انجیر میزنه تو سر یه مردی برای من بذار. آقا اینجوری نیست که. امروز ایشون 7 تا عکس برساده، شماره داره 1 2 3 4 5 6 7. من اینجا که باز نیست، عکس ها جلو هم نیست که. تازه ببینید اگه عکس ها شماره ای باشه این عکس یکه اون زیرش عکس دو، ولی به من بگن آقا عکسی رو پیدا کن که یه ماری داره از درخت میاد پایین. او این بود، او نه این نیست، این ماره داره میره بالا، چیز که از مار که میره بالا یا میاد پایین آدم نمیده. اگر هممون یاد میگرفتیم که نق بزنیم حتی به دوستانمون حتی به فامیلمون، اون وقت جامعه خوبی داشتیم. ما همه بدهکاریم به اونایی که نق زدن، اونی که بی تفاوت نگذشته بره، اونی که نرفته تو دستشویی یه رستوران دستشویی گرفته باشه ولی بگی بابا به من چه، من که رفتم کارمو کردم، بیاد به طرف بگی آقا این دستشوییتون گرفته شده، که 2 دقیقه دیگه نشستی اونجا داری شام میخوری، همه چیز سیلاسا نیاد تو سالن اصلی. ما یکی از بزرگترین اشکالاتمون که از تعارف میاد و همون دروغ هست همینه، چون تعارف داریم با طرف دروغ میگیم. اگه اومد گفت خوراک امروز چطور بود، میگیم خیلی عالی مثل همیشه، بهش نمیگیم آقا اصلا امروز یه بویی میداد، نمیدونم این روغن زیتونی که گرفتی مثل که پارافین توش بوده، که اون بیچاره دیگه نگیره از این، میگیم آقا ولش که من که خوردم پولشم دادم بیز اونای دیگه همین بوی گند روغن پارافین رو بشنوم. اصلا ممنونم از شما. و اما خب بریم توی
کامپیوتر و ببینیم چه فایل هایی رو براتون گذاشتیم یا چه نامه هایی رو گذاشتیم و با هم بله از نیاک هم برای ما میفرستن و اینها هم فعالن و حقیقتاً یه ترس و وحشتی تو واشنگتن حکم فرما شده. دلیلش هم اینه که هیچکی نمیدونه این واقعاً دیوونه است، این آقای ترامپ واقعاً دیوونه است، هیچ کس نمیدونه این آقای دیوونه میخواد چه کار کنه، یه لحظه دیگه چه کاری انجام میده. و میدونید شما وقتی مثلا سوار یه اتوبوسی باشید که خب راننده معمولی یه دقیقه دیگه داره رانندگی میکنه، 10 دقیقه دیگه هم داره رانندگی میکنه، ولی یه آدم دیوونه اگه نشست اونجا شما همینجوری وحشت زده میشینی که این کی الان میخواد بزنه به دیوار، کی میخواد نمیدونم یه مثلا لیوان آبی بندازه بیرون یا بندازه رو شما. اینه که اگر اونم هیچ کاری نکنه ولی اون نگرانی شما رو میکشه. در هر صورت من 2 تا پیام خوب از خانم ماندانا گرفتم. ایشون میگه که 2 هفته است که فیدل کاسترو فوت شد و شما هم چندین بار در موردش صحبت کردید ولی از خوبیهاش نگفتید. ببینید باز اشکال ما اینه که من از بدیهاش گفتم، من اتفاقا هم بدیشو گفتم. فیدل کاسترو آدم نشنالیستی بود، بعد آزادی و سوسیالیست و اینا مساوات اینا رو می‌خواست، بعد دیکتاتور شد. حالا اگر وقتی دیکتاتور شده دیگه جمله من تموم میشه و میمیره دیگه چیکار کنم؟ دوباره برگردم بگم ولی اولش دوباره خوب بود؟ آقا خانم گفتم ایشون جوانی بوده با وجودی که پولدار بوده، وضع خانوادگیش خوب بوده ولی از درد مردم با اطلاع بوده، رفته زحمت کشیده، زندان رفته، بدبختی کشیده، تو کوه کمر رفته، وقتی که آزاد کرد اونجا رو قدرت گرفت دیکتاتور. حالا من آدم بدی هستم، من حقیقت رو نمیگم. دوست عزیز، دوست گرامی، تلویزیون مردم یعنی همین که شما بیای بگی. بعد این شنونده عزیزمون میگه آهان بابا این سوربی خیلی بی انصاف بودا، نگفت که کوبا نمیدونم بهداشت عمومی داره، نگفت که کوبا بی سوادی اصلا دیگه از بین رفته. همین شما درباره بی سوادی گفتید، قبول داریم همه با سوادم. آخه این سوادی که یه سوال از شما میکنم، شما فکر کنی آدمای بی سواد بیشتر رنج میبرن از واقعیت های دوره برشون یا آدمای با سواد؟ من فکر میکنم آدمای با سواد، چون میتونه بخونه نوشته های این بر اون بر و بفهمه تو دنیا چه خبره، مخصوصا این روزا. اون بی سواده اصلا برای خودش موزیک گوش میکنه و کیف میکنه. چه آخه ارمغانی آورده برای این ملت کوبا اینا رو با سواد کرده که دردشون رو بیشتر بدونن، بدبختیشون رو بیشتر بدونن؟ بعد شما توی پیامت میگید که ایشون هیچ وقت راجع به خودش کتاب ننوشت، دلیلش هم این بوده که چون 600 بار بهش سوء قصد شده گفته از لحاظ سکیوریتی. ای قربان شما دوستان گرامی، اینم شد آقای مسعود رجبی زنش انداخته بیرون، خودش رفته قایم شده چون ممکنه به جونش سوء قصد کنن؟ نه عزیز من، به این سادگی نیست. آقای فیدل کاسترو زندگیش خیلی هم پاک و منظر نبوده، امام 12 و 13 نبوده، چون قبل از خمینی بوده حال نگیم، امام 13 نبود. ایشون به زنش خیانت کرده، نمیدونم با دوستاش خیلی مهربون نبوده. ولی من اینو دارم میگم، من تو آمریکا دارم زندگی میکنم، یه مقداری تحت نفوذ مدیای اینجا هستم، شما که توی کانادا هستی نسبتاً آزادتر از اینجاست، سوشیالتر از اینجاست. من یه سوال کردم، این کشورهایی که انقدر تعریف از فیدل کاسترو میکنن چرا اون کشورها بهش 4 تا ماشین نو ندادن؟ چرا اون کشورها کاری کردن که دکتر کوبایی تو خیابون دونات میفروشه؟ و بعدم هلتشو شما میگی، اون بهداشت عمومیشو میگید، برید بخونید نوشته همچینی هم که میگن نیست، یه مقدارش پروپاگاندا یا تبلیغات یه طرف است. در هر صورت وقتی شما بگی من بگم، البته به شرط که پیامگیرمون درست باشه، 7 فکر کنید 7 دقیقه
اونی که با 7 شروع میشه 703، دو فکر کنید 2 دقیقه است. ممنونم از آقای حسن خزایی هم ممنونم، ایشون هم لطف میکنه پیام میفرسته، هم ایمیل میفرسته، هم تکس میفرسته. چند روز پیش به من گفت یه پروگرام، گفتم قربونت برم، من و شما قبلا با تلفن در تماس بودیم، الان تلفن، تکس، ایمیل، بعد هر کدومش هم 2 تا میفرسی. میام اینو نگاه میکنم، بعد ایشون سوال کرده راجع به یوتیوب و آیا این که میشه از یوتیوب درآمدی داشت؟ بله، یه درآمد خیلی جزئی همه میتونن داشته باشن، حتی ما هم داریم، ما 100 دلار 200 دلار گاهی بهمون میدیم. ولی اون چیزی رو که شما میگی پی پر ویو، یعنی من اگه آمدم خواستم برنامه آقای حسن خزایی رو نگاه کنم 5 دلار بدم، اون سرویس موجوده، ولی برای افرادی که یا 1000 تا یا 10000 تا سابسکرایبر داشته باشن. سابسکرایبر یعنی کسایی که عضو شده باشن. عضوم اینجوری نیست ببرن سربازی، ولی دوستای ما نمیان. یادم چند مدت پیش این آقای داور راجع به یاهو بود و عضو شدن اینا، گفت اون که کاری نداره، دیدین که با همون داش مشلیک صحبت میکنه، من 2 ثانیه بگم تو برنامه رادیویم 1000 تا پر میشه. فکر کنم یه 2 ماهی گذشت 150 تام نشد. گفتم آقا حالا دیدی به این سادگی هم نیست. شما رو تلویزیونای ماهواره میتونستی هر چی میخوای بگی، چون لاف در غربت بود، حالا نمیخوام بگیم ایر هات ایر باد شکم و گاز شکم، ولی هر چی میخواستی میگفتی بعدم میرفت. این روزا روی یوتیوب و فیسبوک و اینترنت یک کلمه حرف که بزنیم تا مادام العمر میمونه، شمارش معلومه. همین امروز آقای انصاری نگاه کردم، دیدم تو 24 ساعت گذشته 302 نفر رفتن این ویدیو رو نگاه کردن. آقا دیگه جای دروغ نیذاشته. بعد دوست عزیز من کاکوی گلم آقای حسن خزایی، درست ما گفتیم اول چاه رو بکن بعدن منا رو بدوز، ولی شما انقدر داری چاه میکنی که الان باید بریم 20 تا منار بیاریم. بیا عزیز من شروع کن استپ بای استپ، اون برنامه خبری تو بذار، ببین بیننده‌ها چی هن، باهاشون درگیر بشه. همین اول کار اومدی میخوای ویدیو تو بذاری اونا هم بخرن و من و شما میلیونر بشیم. خیلی ممنون. من فکر نمیکنم من و شما با این چیزا میلیونر بشیم. خب گوگل وایس پیام خانم ماندنا، ممنون متشکر. و اما یه پیامی اینجا هست، ایمیلی، آها، امروز دوباره دوچه وله نوشت که 1-0 از واحد پول ایران کم می شود. یادتونه چند مدت پیشم همین کارو می گفتن و می خواستن انجام بدن، اون موقع حتی گفتن 3-0 می خواهیم از پول ایران کم کنیم، که 3-0 شما وقتی کم می کنی آخه چی میشه؟ ولی چون واحد پول ایران ریال هست و سال هاست که دیگه کسی حرفی از ریال نمیزنه، 1-0 اگه کم کنن تومن میشه، من پیشنهاد میکنم 7-0 کم کنن. من شنیدم تو ایران الان به 1,000,000 تومن، به 1,000,000 تومن که 10 میلیون ریاله میگن 1 تومن. این ماجرای صفر کم کردن، پول عوض کردن، یادتون باشه الان مشکل بزرگی هندوستان داره، گفته این پولای بزرگ دست قاچاقچی هاست، دست نمیدونم جنایتکار هاست، اینا رو ما قبول نداریم. اون بدبختی که پولاش بزرگ کرده که بعد بچهاشو ببره دانشگاه، اون چه کار کنه؟ اون چه جوری ثابت کنه؟ اینم این کشورهای بدبخت و عقب افتاده. در صورت 1-0 از واحد پول ایران کم می شود، ریال که از دوران رضا شاه واحد رسمی پول ایران بوده با مصوبه دولت روحانی به تومان تغییر می کند. اجرای این مصوبه مستلزم موافقت مجلس و تایید شورای نگهبانی است. قبلا بحث کاستن 3-4-0 از واحد پول مطرح بود. پس درست گفتم، ما میگیم آقا 7-0 کم کن و بیار. مثلا الان ماشین، گفتم اون دفعه من نوشته بودم یه ماشین قرازه 13 سال کهنه رو من اینجا زده بودم 5,000 دلار، پسرم من نوشته بود با پول ایرانی چقدر میشه، گفتم والا اینجوری که شما میگی 3 و 700 و اینا میشه 19 میلیون تومان. گفت چه خوب،
نمیدونم والا چی بگیم، خلاصه اوضاع خیلی خرابه. و اما در تمام کشورهای خاورمیانه برای مردگانشان احترام قائلند، اما وقتی همینها زنده بودند مورد تعقیب، شکنجه و به زندیق و کافر بودن متهم می شدند. آیا کسی می تواند یک دانشمند ایرانی و یا مسلمان را نام ببرد که در زمان خودش برای ریختن خونش فتوای حلال و واجب شرعی صادر نشده باشد؟ اینم سوال دوستمون هست که خیلی میدونه و ما منتظر بودیم که ایشون برنامه‌اش شروع کنه، ولی متاسفانه گفتم دوستان همه کار دارن، همه گرفتارن و به نظر میرسه که ما از همه بیکارتر و بیارتریم که میایم هر روز سر یه ساعت معینی و با شما هستیم. و اما بریم سراغ آقای تیمسار امیر هوشنگ آریانپور و با هم این نامه رو بخونیم. دوست گرامی و عزیز، با توجه به ایمیل مربوط به آقای دکتر عباس میلانی، ایشان با استفاده از کرسی استادی در دانشگاه استنفورد و برخورداری از تعدادی از دانشجویان آمریکایی، ایرانی و غیره و غیره کلاس خود، دارای امکانات فراوانی برای جستجو، تحقیق، بررسی و دستیابی به مدارک مربوط به اوضاع ایران در گذشته می باشند. ولی به صحبت‌های ایشان توجه کنید که همه این کارها را ایشان شخصا انجام داده. منظور آقای آریانپور اینه که آقای میلانی هیچ وقت از اونای دیگه قدردانی نمی‌کنه، اونا رو شرکت نمیده، نمیگه من با بچه‌های مدرسه، نمیگه من با پول مثلا فلان سازمان قرار داده و هر دری که به روی ایشان باز میکند و از دانشجویانی که در حقیقت برای جمع‌آوری این مدارک کوشش کرده وقت گذاردن نمی‌کند. خودتان روزانه حداقل بالغ بر 12 ساعت از وقت خود را صرف مطالعه، تحقیق و جمع‌آوری مطالب مربوط به ایمیل‌های خود می‌کنید. حال تصور فرمایید آقای میلانی چگونه به تنهایی ضمن تدریس میتواند وقت کافی برای بررسی و مطالعه هزاران سند و مدرک که در گوشه و کنار در اینجا و آنجا بایگانی شده است داشته باشد و مدارک را جمع آوری و بر مبنای اطلاعات به دست آمده کتاب پشت کتاب چاپ کرده و مصاحبه و سخنرانی پشت مصاحبه در گوشه و کنار جهان ترتیب دهند. ضمناً اگر ایشان دارای چنین امکاناتی هستند، پس چرا در مورد دوران تحصیل محمد رضا پهلوی ولیعهد ایران که در 11.5 سالگی به سوئیس رفت و در 16.5 سالگی بدون اینکه بتواند کلاس دهم دبیرستان، خانم نیه، کلاس دهم دبیرستان را به پایان برساند، از دبیرستان لورزه عذرش را خواستند و به ایران بازگشت نخواستند حقیقت را بررسی کرده و به اطلاع ملت برسانند. لطفاً نوشته نطفه انقلاب که من به تنهایی جمع‌آوری کردم توجه نمایید. ارادتمند هوشنگ آریانپور. اگه کسی خواست یا با خود آقای آریانپور تماس بگیره یا با من تماس بگیره تا اینو براش بفرستم و کارمون خیلی خرابه. خب اینم همون نامه نوشته آقای یا خانم ببو رو ما اینجا براتون خوندیم و امیدوارم که ایشون یه مقداری فکر کنه دوباره با من تماس بگیره. و اما ترامپ در حال تشکیل تیمی بی‌نهایت مخالف برجام است و اصلا نگران نباشید. اولا آقای اوباما دیروز بهش گفت دست به ترکیب این برجام اگه بزنی اینه که خاک کاهو ریختی تو سر خودت. چرا راستی میگفتن خاک کاهو؟ فکر کنم پرکودترین خاک برای مزرعه و اینا این خاک کاهو بود. Air Force One and Trump، علی آقای شیرازی عزیز اینو فرستاده. دوست عزیز، اینی هم که ترامپ گفته یا 4 بیلیون یا 40 بیلیون، اصلا بی دلیل الکی همچین حرفی زده و دیشب تمام این رادیو تلویزیون های آمریکایی مسخرش میکردن. بهترین نوع خبر رو شما میتونید توی برنامه های کمدی تا فعلا باز هستن تماشا کنید شبا، و اینها خبر رو اونجوری که تو جامعه
هست به شما میگم، حالا خود دانید. و اما یک نوشته ای رو یک خانمی به نام خانم یغما گروبی یا گرایی که بعد این رو خانم شایسته الهامی فرستادن و خودشون هم یک گلرویی، بله این بالا ایشون نوشتن که این گفتار خانم یغما گلرویی است که دیشب یکی از دوستان در فیسبوک گذارده بود. این جالبه، من اینو خوندم بعد از خانم شایسته الهامی خواستم که نظر خودشون رو در مورد نوشته این دوستمون بگم، ایشون هم لطف کرد یه نوشته فرستاد و فرصت بشه روز جمعه ای چیزی دو ساعت وقت دارم اونو میخونم. سرانجام حق به حقدار رسید. دوست داشته باشیم یا نداشته باشیم، دونالد ترامپ با تمام حماقت‌ها و حرف‌های خطرناکش چهره واقعی ایالات متحده آمریکاست. چهره‌ای که اوباما با ماندلا بازی سعی در بزک کردن آن داشت. نمی‌شود روی استخوان قبایل قتل عام شده سرخپوست‌ها ایستاد و دم از آزادی زد. نمی‌شود هیروشیما و ناکازاکی را خاکستر کرد و از انسانیت سخن گفت. نمی‌شود دسیسه کودتا علیه دولت مصدق و آلنده و بسیاران دیگر چید و شعار رأی مردم داد. نمی‌شود به ویتنام و کره و عراق و افغانستان لشکر کشید و حمله کرد و پرچم صلح تکان داد. وقتی اداره سرزمینی به بانک ها و رسانه ها سپرده شود و همه چیز با آنها به مردم مس شده حقنه شود، کسی مثل ترامپ که ملغمه ای از این دواست باید هم بتواند، یا ملغمه از این دو است باید هم بتواند خود را بالای این هرم برساند. از رئیس جمهور شدن بازیگر وسترنی مثل رونالد ریگان تعجب نکردیم. فرماندار شدن آن کوه هورمون و عضله آرنولد شوارزنگر هم اسباب شگفتی ما نشد و حالا چرا باید از رئیس جمهوری ترامپ بهت زده شویم؟ پوپولیسم در همه جای جهان پیروز است، از احمدی نژاد گرفته تا ترامپ. فقط لااقل به اولی و حرفهای عجیب و غریبش میشد خندید، اما دومی واقعا ترسناک است. روزگار سیاستمداران فرزانه به سر آمده. اگر دهه‌های بعد جاستین بیبر رئیس جمهور آمریکا شد تعجب نکنید. جاستین بیبر که کانادایی، حالا ممکن تا موقع نه، چون کانادایی نمیتونه، حتی اگر سیتیزن هم بشه نمیتونه رئیس جمهور، یا شاید تا موقع قانون عوض کنه، چون همین آرنولد شوارزنگر میخواست عوض کنه. هیولایی که در گهواره نجات پرستی سرمایداری و تمامیت خواهی آمریکا تاب میخورد، حالا بزرگ شده و به سر وقت خودش و جهان آمده است. بهرامگیری این گور قابل پیش بینی بود. این مرد اول فیلم ترسناک جهان تک قطبی است که خون بوفالو بیل و مکارتی را در رگهای خود دارد و به تاراج جهان آمده است. تماشایش کنید، یغما گلرویی. به نظر من ایشون خیلی قشنگ نوشته، کوتاه، مفید، مختصر، از اول تا آخر حقیقت. بذار من یه چیزی رو، یه دوستی داریم به نام فیروز، وقتی که 8 سال پیش اوباما شد رئیس جمهور، این یه تفسیرهاش هم خیلی خودمونیه، حالا نمیخوام بگیم آبکیه ولی قشنگه، خودمونیه. گفت آقا بذارید من براتون یه چی بگم. ایشون سالهای سال توی واشنگتن اینها زندگی میکنه. گفت روزای اول یه ماشینی که میومد کدیلاک، میگفتن کدیلاک کینگ آف دی رود، یعنی این شاه جاده هاست. چیز بود سیم جیپ، میگفتن آهوی بیابان، عروس خیابان. اونا هم دیگه از تبلیغ های اینا یاد گرفته بودن، کدیلاک کینگ آف دی رود یا کینگ آف استریت، یه همچیز. میگو بعد یه مدت که همه این سیاپوستا، این سفیدپوستا و اینایی که کم پولن، همشون عقده دارن، آرزو دارن که ای کاش یه کادیلاکی من مثل الویس پریسلی داشتم. خب اینا به مرور زمان کهنه میشه و بالاخره یکی از اینا میفته دست این، داره راه میره قالپاقش در میره، داره راه میره لوله اگزازش میفته پایین. گفت این آمریکا الان کدیلاکی است که بله یه روزی خوب شیک بوده، الان افتاده دست یه سیاه‌پوستی و این داره میره اگزازش میفته.
داره میره از این 8 تا سیلند 3 تاش کار میکنه، 5 تای دیگه داره دود گند میزنه به خیابون. ما اون روز نفهمیدیم و نذاشتیم این دنباله داستان رو بگه، که دنباله داستان به این صورته. آمریکایی‌ها اینقدر نجات پرست و اینقدر کوتاه بین هستن بعضی هاشون که میاد همین هم راضی نیست که این کادیلاک کنه دست این سیاهه باشه و میگه این توهینی هست به پدران ما، باید این رو پس بگیریم و حالا این کادیلاک کنه رو میان میخرن از این، میخوان از اول درستش کنن. شد کی؟ شد آقای ترامپ که میخواد این ماشین اسقاطی 7 بیجار رو بیاره و ازش یه ماشین درست حسابی بسازه، ولی نه بلده نه میدونه چجوری میخواد این ماشین رو ریستور کنه و همش میگه من یک برنامه خیلی خوب دارم، من یک اون احمقام دست میزنم. طرف دور میکروفون رو برشته برده میگه آقا خانم مگه شما نگفتید هیلری کلینتون همه این دزموزار میاره؟ اینم که همه رو داره میاره. بعد طرف میگه خب بهتره تجربه داشته باشم. میخواستی تجربه داشته باشن که هیلری کلینتون دزد و تجربه دار بود، پس چرا اینو آوردید که اقلا خطرناک نبود که شب ساعت 3 یه دفعه نمیدونم عصبانی بشه سیکرت تایوان و چین و تاینا. ای داده بیدار. ساعت 2:52 بعد از ظهر وقت واشنگتن نیویورک شرق آمریکاست و 11:52 به وقت غرب آمریکا، 7-8 دقیقه دیگه میریم سراغ آقای یزدان خداوندلو تا ایشون بهتون بگم در مورد چی میخوان صحبت کنن. بازی دیو سرشت، البته این نوشته که برای من ایشون فرستاده اینقدر طولانیه، من فکر میکنم این توی ساعت نمیشه، ممکنه ایشون مثلا تمام ماه دسامبر رو برنامه‌هاش که چند تای دیگه داریم، امروز چندمه؟ امروز هفتمه، 1, 2, 3, 4, 21, 28، بعضی ها میدونید که مثلا میگه من ماه دسامبر رو میخوام درباره این موضوع صحبت کنم، در صورت عکساشون هم اومده، مقالهشون هم اومده، مرتب منظم. و این مرتب و منظم بودن دوست عزیز به خاطر اینه که سوربی تعارف نکرد. اگه آقای یزدان خداوندلو از پرسید اشکال چی بود، بهش گفت اشکال اینه که من اینجا دست تنها هستم، شما باید نصفی از این کارا رو ردیف کنید برای من بفرستید. و آقای دکتر نصر احمدی خودش بعد از برنامه به من زنگ زد که آقا من از شما عذر میخوام و اون چیزی که شما گفتی درست، من یه مقداری اکسایدت شده بودم، هیجان زده شده بودم و یه مشکلی پیدا کرده بودم و نفهمیدم چه باید کرد. و من بعد از این ماجرا برای اون دوستان نوشتم خب حالا این موضوعی که شما گفتید چی بود؟ جواب ندادن. اینم درست نیست، باید ریسپانسیو باشید، یعنی باید با مردم در تماس باشید. شما برید رو وبسایت ما نگاه کنید، نوشته 100% جوابگو روی فیسبوک ما، 100%، یعنی یه نفر ما بدون پاسخ نمیذاریم، از دوستمون از غریبه الی آخر. دوستان از احوال آقای محمد شریفی زندانی ایرانی که متهم شده به قتل همسر قبلیش و دوست یا نمیدونم دوست همسر قبلیش احوال پرسیدید. آقای شریفی بعد از اینکه مصاحبه کردیم و اینها، متاسفانه ایشون به اون شماره تلفن 703 زنگ میزنه، در صورتی که 703 ما اصلا اینجا صداش هم نمیشنویم، مستقیم میره توی پیامگیر، اصلا هیچی وصل نیست. این 202 اگه زنگ بزنن حداقل روزایی که من اینجا هستم میتونم پاسخ بدم. گهگاه دیدم 4-5 زنگ میزنن. حالا سعی میکنم با پدرشون تماس بگیرم، چون شماره تلفن پدرشون رو دارم و به پدرشون میگم این بار که باهاش تماس میگیری یا میری ملاقاتش بهش بگو آقای محمد شریفی با شماره تلفن 202-695-2573 که الان سوربی اینجا مینویستتش، شماها هم همه کاغذ و قلم دارید و یادداشت میکنید، تماس بگیرید. دوستان شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. گفت آفتاب آمد دلیل آفتاب، و اگر مایل هستید شما هم میتونید از تلویزیون مردم حمایت کنید. دو تا ماجرا براتون بگم، یکی که یه نفر گفت من این ماه
به شما یه مقدار کمتر پول میدم چون میخوام به یه خیریه کمک کنم. گفتم قربونت برم، شما که نمیتونی از من کم بزنی بده به خیریه، و تازه اگه میخوای خیریه بکنی چراغی به خانه رواز. یه دوست دیگه ما براش یه کاری انجام دادیم، دوستان ببینید چرا موفق نیستی. اگه آخوندان میخواستن به همدیگه برای 10 دلار کلک بزنن، الان همدیگه رو داشتن تو عراق و تو پاریس تیک تیکی میکردن. 10 دلار یک کاری ما براش انجام دادیم، 2 ماه 3 ماه هی نوشته هنوز حساب من باز نشده. آقا بعد با 10 دلار تو ما نه شا میشیم نه گدا میشیم. امروز نوشته راستی اون 10 دلاره رو من 10 دلار استرالیایی بده کارم. گفتم آقا این 10 دلار استرالیایی رو شما همون توی استرالیا بده به یه نفر، بده به یه بچه‌ای که داره بازی میکنه دم این فروشگاه دینگ 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 میزنن، بده اون دام. و خجالت آوره، خجالت آوره. اون وقت همین آقا به من میگه آقای سوربی شما آدم خوبی هستی، چه حیف که آمریکایی شدی. میگم آقا ای کاش که همه ما آمریکایی میشدیم، نه آمریکایی مثل ترامپ، آمریکایی مثل مردم معمولی آمریکا. دوستان مردم معمولی آمریکا خیلی آدمای خوبی هستن، از بامداد تا شامگاه کمک میکنن. من خودم کارگر داشتم که پول نداره، داره راه میره تو خیابون، یه نفر میاد جلوش، حالا اصلا نبرد، حالا تو اگه بیکاری من نمیدونم فلان، دست کن تو جوش 10 دلار 5 دلار به این میده. وقت ماها میخوایم بریم ایران رو آزاد کنیم سر اینکه حالا استرالیا دلارش آمده پایین، میخوایم به دوستمون کلک بزنیم که یه سرویسی رو 3 ماه پیش برای ما انجام داده. خب گفت چه گویم که ناگفتنم بهتر است، زبان در خفا موندنم بهتر است، یا در قفا موندنم بهتر است. در خفا فکر کنم یعنی قایم بشه. اینم از این. یه دونه دیگه براتون بخونم که چی اینجا گذاشتیم و جمع کردیم، وقت شما رو هم گرفتیم. فرهنگ مورد پرستی، عباس میلانی، ترامپ در حال تشکیل تیمی چنین و چنان، ایر فورس وان. آره ترامپ میگه هواپیمایی که میخوان بسازن سال 2022 و انقدر گرونه ما نمیخوایم. این فکر میکنه مثل خودش که هواپیما رو خدا میدونه به زور از کی خریده، رفته تو آکشن خریده، میتونه برای مثلا رئیس. البته از این که اینا ریخت و پاش میکنن و ببره حرفی نیست، ولی دیگه اینم خیلی ببخشید قمپوز خشک خالی چیز میکنه. گفت من این را آرزو دارم، شبی پر برف میخواهم که مردفکن بود سوزش، در این سرما اتاقی گرم، اتاقی گرم با یک دیگه دنبالش نمیخونم. این شعر بود که یکی از دوستان ما تو کرمانشاه سال 1155 خوند و من همیشه دنبالش بودم و توی این چند سال هیچ وقت به فکرم نرسید بود از گوگل کمک بگیرم. دیروز همون قسمت اولش رو، اینم چند روز پیش، یه جایی بودیم، یه دوستی وقتی که شراب میریختن گفت شراب بی پر و نمیدونم چی میخواهم، فکر کنم پیش خودم اینو زدم و گوگل پیدا شد. دوستان عزیز همینجا 1 دقیقه میریم و برمیگردیم با آقای یزدان خداوندلو. با ما باشید. شاید مردم تیوی رو باید ریفرش کنید، فیسبوک هم باید دوباره رو اون ویدیوی جدیدی که میاد کلیک کنید. مرسی.